دو طرف درگیر میگویند این تنها جنگ افزارهایشان است که مسئله قره‌باغ را حل خواهد کرد. جنگی که از روز یک شنبه این هفته کلید خورد و تا کنون صدها نفر کشته بر جای گذاشته. سنگین ترین درگیری بعد از سالیان طولانی بر سر قره‌باغ. برخلاف رهبران دو کشور، مسکو اعلام کرده مذاکره تنها راه حل موجود است. دو طرف درگیر اما نه تنها که مذاکره را نپذیرفته، بلکه بر شدت درگیری ها پافشاری می کنند. وظیفه ما دفاع است، چون این آذربایجان بوده که علیه ما و منطقه قره‌باغ حمله براه انداخته و قطعا وظیفه اصلی ما در ارمنستان دفاع در مقابل تجاوز است. آذربایجان نیز با حق به جانب خواندن خود می گوید زمان درگیری ها توقف می کند که ارمنستان دست از قره‌باغ بردارد. ما فقط یک شرط داریم، این که نیروهای ارمنستان باید بدون قید و شرط و به طور کامل و فوری خاک ما را ترک کنند. با این حال اغلب کشورها با به پیش گرفتن سیاست نرم خواستار توقف جنگ و آتش بس فوری شدند، ولی این ترکیه است که یک تنه پافشاری دارد. حق با آذربایجان است و از این کشور با تمام توان حمایت می کند. حمایتی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آن را به شدت نگران کننده و همسان با اعلام جنگ از سوی آنکارا خوانده است.